از آنجا که رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، عدالت و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسی سوگند یاد کرده است، با توکل به خداوند منان و با پیروی از سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام و اندیشه های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر ولی نعمت دانستن مردم و مراعات حق الناس، با استناد به حقوق ملت که به روشنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و با عنایت به اینکه دولت موظف است حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته را برای همه شهروندان ایران، اعم از ایرانیان مقیم داخل یا خارج کشور، فارغ از جنسیت، سن، میزان بهره‌مندی از مواهب مادی، وضعیت اقتصادی یا سلامتی جسمی، ذهنی و روانی، گرایش سیاسی، اجتماعی، سبک زیستن، باور مذهبی، نژاد، قومیت و زبان رعایت و محقق کند. نظر به این که حقوق شهروندی بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‌های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت مبتنی است. با توجه به اینکه استیفای حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی از جمله آزادی اندیشه، بیان و دسترسی به اطلاعات و تبادل آن، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، حق نقد و نظر و نظارت همگانی، حق سکونت و آزادی رفت و آمد، حق برخورداری از تابعیت، حق تعیین سرنوشت و اداره شایسته امور به اتکای آراء عمومی از طریق نظام انتخاباتی سالم، شفاف و رقابتی و همه پرسی آزاد، حق تأسیس، اداره، عضویت و فعالیت در تشکلها، احزاب و انجمنهای مدنی و صنفی، حق شرکت آزادانه در اجتماعات و راهپیمایی‌ها و سایر حقوق تنها با تعهد مسئولیت پذیری و اراده سیاسی دولت امکان پذیر است. نمیدونم این آقای گاندی نبود، کی بود؟ روحانی بود حرفا رو میزد. جالبه، حمایت یکسان از قانون، همه مردم، آزادی مطبوعات و کلیه رسانه ها، کرامت انسانی، آزادی و بسیاری مطالب دیگه. اول اجازه بدید که قبل از اینکه من برم یک صحبت های آقای رضا تقی‌زاده رو که امروز صبح ضبط کردیم براتون پخش بکنم کوتاهه، یک کاریکاتور با هم ببینیم و ببینیم که در این کاریکاتور چگونه بله میگن که شهروندان و این قانون شهروندی. در این کاریکاتور همینطور که ملاحظه میکنید، بله روی جنازه های مردم اون بالا آقای روحانی داره این قانون شهروندیش رو، بله مورد حقوق شهروندان رو و این مطالبی که ایشون فرمودن که من مندلام اینطوری صحبت نکرده، اصلا من تا حالا ندیدم که کسی به این زیبایی صحبت بکنه. براو، خودش نوشته یا کسی براش نوشته من نمیدونم. از جمله چیزایی هم که فرمودن اینه که زندگی شایسته برای داخل ایران و خارج از ایران،
نمیدونم ما خارج از ایرانی ها باید دست به دامن آقای روحانی بشیم ببینیم چگونه باید زندگی کنیم. اجازه بدین با هم بریم به صحبت های آقای دکتر رضا تقی‌زاده در انگلستان با هم دیگه گوش بکنیم، بعد میریم به دیدار مهمان بعدی من که از طریق اسکایپ باشون در تماس هستیم. نگاه میکنیم با آقای تقی‌زاده. جناب کاردان اجازه بدید بدون اینکه وارد این تعریف های دانشگاهی یا کتابی بشیم در مورد حقوق شهروندی، اینکه بگیم دنیای امروز دنیای متفاوتی است، دنیایی است که به یک دهکده جهانی تبدیل شده و حقوق مردم دنیا با هم مرتبطه، اینها رو فراموش کنیم، حتی فراموش کنیم یک قضیه اصلی رو از دید این دولتی که ظاهرا منشور انتشار میده در مورد حقوق شهروندی بپرسیم. در این منشور شما این مردم ایران از شهری و روستایی آیا ارزش مساوی دارند با کسانی که به عنوان شهروند عقیدتی شما در عراق می جنگند، عضو هشت و شعبی هستند یا در سپاه پاسداران در سوریه می جنگند، یا اینکه آیا بخشی از سوریه دفاع از حقوق شهروندی درش با اهمیت تر از حقوق شهری مردم خوزستان و غیره هست؟ اینها رو فراموش بکنیم، دولت رو به چالش نکشیم و ازش یک سوال تازه بپرسیم که آیا شما اعتقاد دارید مردم واقعا به حقوق خودشون ناشنا هستند؟ و یا اگر شما میخواهید این حقوق مورد تاکید قرار بدید، آیا وجه ضمانتی برای اجرای این تعهدات هم دارید؟ شما به عنوان دولت چه محلی از قافیه و شعر اون چیزی هستید که به عنوان منشور تحویل مردم میدید؟ آیا واقعا وقتی که از حقوق مردم برای داشتن آزادی باور یاد میکنید، میتونید جلوی اراذلی که جلوی تشکیل مساجد سنی رو در ایران میگیرن بیستید؟ آیا شما حاکم به زنجیر به دستهای موتورسواری هستید که اگر کسی به عنوان اعتراض جلوی دادگستری یا شهرداری یا اداره مالیه قد کشید و تقاضای نه حقوق کامل شهروندی، حقوق ماهانه شو کرد، معلمی دست به اعتصاب زد که این حق طبیعی هر شهروند در عادی ترین جامعه دنیاست که این موتور سوارا به عنوان عوامل اسرائیل و آمریکا به جون اونها نیفتن و با زنجیر بدن اونها رو کبود نکنن، واقعا چقدر باعث سربلندی این دولت و نه شرمساریش که بدونه با مردم این مملکت چه میکنه؟ دولتی که آماردار بزرگترین نرخ اعدام در سراسر دنیاست، زندانهاش انواع و اقسام روزنامه نویسان رو که وسیله ارتباط مردم با هم هستن در خودش داره، کسانی که واقعا زندانی باورهای خودشون هستن و به عنوان زندانی سیاسی شناخته میشن. در این جامعه اول به اونها یاد بدید حقوق شهروندیشون چیه و بعد بدون اینکه ضمانت اجرایی داشته باشید اون رو علمی کنید برای تبلیغات دولتی و فکر کنید که مردم واقعا در این مورد گول این حرفای شیرین رو میخورن. مردمی داریم در جامعه که حقوق اولیهشون فراموش شده و دولت درگیر این بحث فلسفی است که حقوق شهروندی رو از نگاه اسلامی ببینیم و مسئولیت‌های این حقوق رو هم در مقابل مردم قرار بدیم، یا اینکه واقعا در یک جامعه آزاد، در یک جامعه بدون تبعیض ما مسئولیت تأمین این حقوق رو با مردم برای مردم به عهده میگیریم. در طول 3 سال گذشته هر روز زندگی مردم که حق طبیعیشونه از نظر مادی برخوردار باشن بدتر از روز پیش کردیم. باید حقوق شهروندی رو در یک فضایی که 3 وجه داره، یک وجه اون حقوق اجتماعی و فرهنگی است، یک وجه اون حقوق سیاسی است و وجه دیگرش حقوق اقتصادی است، یعنی داشتن حداقل رفاه زندگی، داشتن تأمین شغلی، داشتن غذا به اندازه کافی برای خوردن، و در وجه سیاسی منظور این است که بتونن انتخابات آزاد بکنن، منظور این است که نمایندگان خودشون رو در دولتی که اداره مملکت به عهده داره به قدرت برسونن، و در وجه اجتماعی و فرهنگیش این است که بتونن زبان اینه که میخوان باش به بویش بنشینن، بتونن مراسم خودشون رو بدون دغدغه اجرا بکنن، به سنت های خودشون بپردازن. کدوم آدمه که
بخواد شب چهارشنبه سوری جشن بگیره و مزاحمی به عنوان سپاه پاسداران نداشته باشه، از حقوق سیاسیش، از آزادی گفتار استفاده بکنه و حرفی بزنه که باب طبع دولت و حکومت نباشه. بنابراین آقای کاردان، اون چی که از زبان دولت میشنویم یک بازی مسخره انتخاباتی است. بعد از 3 سال دولت وقتی که به ماهای نزدیک به برگزاری انتخابات نزدیک میشه، این خیمه شب بازی رو دوباره علم کرده با این تصور که فکر میکنه مردم واقعا گول اون رو میخورن، در حالی که مردم آگاهتر و هوشیارتر هستن از دولت به حقوق شهروندی خودشون و زیر پوست و گوشت و استخوان خودشون احساس میکنن که تا چه حد از حقوق اولیه خودشون در نتیجه دروغگویی، اهمال و ندانم کاری و تبعیض این حکومت رنج میبرن، درد میکشن و محروم موندن از حقوقی که حداقل در یک جامعه متعارفی خارج از اون محیطی که جمهوری اسلامی درش زندگی میکنه و ایجاد کرده زندگی میکنن. حقوق شهروندی فراموش شده ترین چیزیست که مردم ایران رو هر از گاهی با صدور منشور به یادشون میارن، در حالی که با نداشتن این حقوق مردم 37 ساله نخو کردن به زندگی ولی مجبور شدن به تحمل. با تشکر از آقای تقی‌زاده عزیز، دکتر رضا تقی‌زاده، صحبت کردن از خیمه شب بازی که کار خیمه شب بازی است به یادم اومد که زمانی که بسیار جوان بودیم من هم کار عروسکی میکردم، همیشه برای این که بگیم که این کار عروسکی در ایران از سالهای بسیار دور بوده، این شعر معروف خیام رو میخونیم: ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از بحر حقیقتی نه از روی مجاز، یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک یک باز. ما همه به اون صندوق عدم میریم، بله، اما امیدوارم که آنچه که از ما میمانه چیزی باشه که یک لاشه یک عروسک نباشه. متاسفانه در این 37-8 سال اخیر کسانی که بر مملکت عزیز ما حکومت کردن، نمیدونم وقتی که مثل بسیاری از کسانی که در این سالها با دنیا خداحافظی کردن نامی از خودشان خواهند داشت، بله نامی خواهند داشت، حالا چگونه نامی نمیدونم. مهمان بعدی من یکی از دوستان بسیار قدیمی است که از ایران من شیفته شعر ایشان بودم، نویسنده، شاعر و فعال سیاسی که در لندن سالها با هم بودیم و ایشان از همون لحظاتی که از مصر خود ما از ایران خارج شده همیشه فعال بوده، همیشه از حضورش استفاده کردم. برای نخستین باره که به برنامه من لطف میکنه میاد و در برنامه های دیگه بودن، حتی در همین تلویزیون در برنامه من بار اول میاد و بسیار خوشحالم که با آقای دکتر نوری علا صحبت میکنم در این باره. دکتر عزیز، بسیار خوش آمدید به برنامه. سلام عرض میکنم خدمت دوست قدیم و ندیمم آقای کاردان و بینندگان و شنوندگان این برنامه، و واقعا خوشحالم که بعد از سالها در یه برنامه با هم نشستیم. ممنونم از لطف و محبتتون. به هر حال این آقای روحانی باعث شده که ما به هم برسیم در برنامه، بعد چیز باشیم، ممنون ایشون باشیم. من خیال میکنم بسیار روحانی، بله، و بسیاری ممنون ایشون هستن برای اینکه بسیاری رو ایشون مطالب مطرح میکنه و موضوعاتی میگه که واقعا چشم و گوش مردم رو باز میکنه که چقدر، نمیخوام لغت اراجیف یا مزخرف رو به کار ببرم، چقدر مطالبی میگه که واقعا واقعا خوراکیست برای طنز نویسان در مملکتی که یک نفر که مثلا دینش چیز دیگری است حق نداره به دانشگاه بره، و بسیاری از مطالبی که الان آقای دکتر تقی‌زاده اشاره کردن. بفرمایید در مورد این چیز، منشور حقوق شهروندی آقای روحانی، نظر شما چیه؟ بله، عرض کنم که من فکر میکنم البته در مقدمات این برنامه خود جناب علی و بعدم دوست عزیزم آقای تقی‌زاده مطالبی رو گفتند که دیگه جای بیشتر افزودن بهش نیست، اما اگر به من اجازه بدید به عنوان یه دانشجوی علوم اجتماعی من از این شروع کنم که اصلا شهروندی یعنی چه، که حالا اینا میخوان حقوق شهروندی رو، به خصوص که
اگر دقت کرده باشیم در قانون اساسی حکومت اسلامی مسلط بر ایران هیچ کجا نامی از شهروند نیامده، بلکه از الفاظ دیگری استفاده شده که اونها هم خودشون هم دیگر رو نقض میکنن. بنابراین وقتی که یک قانون اساسی که قانون مادره یک مفهومی رو به رسمیت نمیشناسه، چگونه میشود بعد قوانین دیگری یا برنامه های دیگری که از اون استخراج میشه منطبق باشند با اون مفهوم؟ شهروند عرض کنم که در واقع در علوم سیاسی و حقوقی و غیره عبارت از مردمانی است که در یک کشور زندگی میکنند و رابطهشون با دولت باید به یک صورتی تنظیم بشه. یعنی اگر کسی در جایی زندگی بکنه و رابطه ای با دولت نداشته باشه یا با حاکمیت نداشته باشه، اساسا شهروند محسوب نمیشه. این شهروندی، شهر البته همواره در زبان فارسی به معنی کشور بوده و یعنی که یک حاکمیتی بوده، یک سرزمینی بوده، مردمانی هم درش زندگی میکردن. این مردمان اون عده‌ای که روابط معینی رو با حکومت داشتن بهشون میگفتن شهروند. این از یونان قدیم آغاز شد، بعد در روم باستان شکل گرفت، ولی وقتی که عرض کنم ما به دوران مدرن پا میگذاریم و مفهوم کشور ملت خلق میشه، مفهوم شهروندم یک معنای دقیقی رو به خودش میگیره. به این معنی که ما در یک سرزمینی که زندگی میکنیم با چهار عنصر مختلف روبرو هستیم. یکی خود سرزمینه، اونجایی که آدم ها دارن زندگی میکنن. یکی مرزه که اونها رو جدا میکنه از بقیه مردمانی که روی زمین هستن. و این سرزمینی که محاط شده است به وسیله این مرز رو بهش میگیم ما کشور. و مردمی که در داخل این مرز زندگی میکنند رو بهش میگن ناسیون یا نیشن یا ملت. همزمان با این قضیه بود که مفهوم شهروندی هم معنا پیدا کرد در داخل مفهوم کلی کشور دولت، به این معنی که فرض کنونی جهان امروز مدرن ما این است که مردمانی که در داخل کشور و در درون یک مرز زندگی میکنند صاحبان اون کشورند و بعد برای اداره امور خودشون عده‌ای رو از طرق مختلفی مثلا انتخابات یا انتصابات و غیره اینها رو استخدام میکنن، بهشون حقوق میدن که اینها امور مدیریت اون جامعه رو بگردونن. اگر که ما به قانون اساسی حکومت اسلامی رجوع بکنیم، به خصوص در فصل پنجمش که عنوانش هست حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، به نکات جالبی برمیخوریم که البته میدونیم که مثلا در جریان جنبش سبز سال 88 آقای مهندس موسوی اسمشو گذاشت اصول مقفوله قانون اساسی، یعنی اصولی که اصلا ازش قفلت شده و ادعا میکرد که اگر که این اصول رو کارا بکنند و به کار بیاندازند مشکلات مملکت حل میشه. در حالی که از نظر من این فصل پنجم و حتی اون اصل 56 که نخستین اصل این فصل پنجم هست سراپا از دروغ و خدعه ساخته شده و تک تک مطالبی که در اون آمده کاملا غیر قابل اجرا و در این حال نقیض خودش هم در خودش داره. و چون قانون اساسی کشور قانون مادره، هرچی که بعداً صحبت بشه راجع بهش، چه به صورت قرارداد، چه به صورت منشور، چه به وسیله حقوقی که مجلسین مثلا تصویب بکنن، اینها همه منبعث و مبتنی بر اون قانون اساسی هستن. در این قانون اساسی و در فصل پنجمش که حق حاکمیت ملت رو بیان میکنه هست که به نظر من تکلیف ما روشن میشه. من اگر اجازه بدید این یه پاراگراف کوچیک
همین اصل 56 چیز رو، فصل 5 رو بخونم تیکه تیکه و براتون توضیح بدم که چگونه این با خودعه ساخته شده است. بفرمایید. اصل 56 میگه که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. شما نگاه بکنید که همین جمله چقدر تضاد توش است. اولا که با کمال دقت پرهیز شده که از ترم یا اصطلاح حقوقی شهروند استفاده نشه یا ملت استفاده نشه و لفظ فلسفی و عام انسان رو به کار میبرن. حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت خیش حاکم ساخته است. خب اگر که ما بگیریم که این کلاه شرعی و این دروغ بزرگ راست باشه، در هیچ کجای نه تنها اسلام، در هیچ دینی ما نمیتونیم پیدا بکنیم که خداوند متعال انسان رو بر سرنوشت خودش حاکم کرده باشه. انسان همواره در مقابل احکام مذهبی محکوم اون احکام هست و موظف به اجرای اون احکامه. بنابراین یک دروغ بزرگیه که میگوید که خداوند انسان رو بر سرنوشت اجتماعی خودش حاکم کرده. بعد از اون خوشمزه تر این است که میگوید هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند. خب ما میبینیم که در یه حکومتی که اسلام برش حاکمه و اصل ولایت فقیه بر این مبنا گذاشته شده که همه انسان‌ها صغیرند و محتاج یک ولی هستند و ولی فقیه محتاج همه انسان‌ها است، این چگونه انسانیه که دارای حق تعیین سرنوشته و هیچ کس هم حق نداره که این حق را ازش بگیره؟ و بعدم البته مطالب دیگه‌ای میگه که همه‌شون رو خود قانون اساسی در انتهای کار نقض می‌کنه. یعنی آخرین عبارتی که در قانون اساسی آمده میگوید که محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی است و این اصل تغییر ناپذیر است. یعنی که اصلا در هیچ قانونی بعد از این قانون اساسی نمیتونه چیزی رو در این مورد تغییر بده که خداوند متعال حاکم بر ما هستش و ما اختیاری نداریم و ولی فقیه هم بر ما حکومت میکنه. در این حال شما توجه بکنید به این اصطلاح امامت امت که در این قسمت آمده، که وقتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی رو میخونید میبینید که در هر کجا که توانستند معنای واقعی ملت رو به معنی صاحب کشور سعی کردن ازش بگیرن و امت رو جانشینش بکنن. یعنی که شما در قانون اساسی اصلا ملت ندارید که شهروند داشته باشید که اون شهروند صاحب حقوقی باشه. در نتیجه همطور که خودتون فرمودید، به نظر من هم خودعه هست، هم دروغ هست، هم جوک هست، هم خنددار هست و من نمیدونم حتی آیا میشه گفتش که این نوع تمهیدات به درد کار انتخاباتم میخوره یا نه، برای اینکه باز میدونیم که در حکومت اسلامی انتخاباتی وجود نداره. خودشون یه در انتخاب میکنن، میارن به ملت میگن بین این دوتا مثلا یکی رو انتخاب کن، ملتم دلشون خوشه که انتخاب کردن، بعدم از قبل تصمیمشون رو گرفتن که کدوم این دوتا علارغم اینکه ملت چه رأی بدهن مثلا انتخاب میشن. و در نتیجه من فکر میکنم که مجموعه این کار رو حتی اگر به این عنوان بگیریم که در آستانه، ببینید آقای روحانی وقتی که میخواست رئیس جمهور بشه در کارهای انتخاباتی، مبارزات انتخاباتی به قول خودش، این مسئله منشور حقوق شهروندی رو
مطرح کرد برای اینکه یواش یواش این جا داشت جا میافتاد در ادبیات سیاسی و اپوزیسیون که ما یه حقوق مدنی داریم، یک دونه نمیدونم انجمنهای مدنی داریم و غیره و غیره، و همه اینها برآمده از دل تصور دموکراسی و سکولاریسم بود. ایشون آمد اینو مطرح کردش که من اگر رئیس جمهور شم منشور حقوق شهروندی رو صادر میکنم. رئیس جمهورم که شد همین منشور رو سر تاقچه گذاشتن، 4 سال تمام خاک خورد، بهشم کاری نداشتن. حالا 2 مرتبه در آستانه تجدید انتخابات ایشون آمدن این رو مطرح کردن به سودای این که این بتونه 2 مرتبه مردم رو گول بزنه و کاری بکنه که اونا برن پای صندوق انتخابات و بین اون بد و بدتری که ولی فقیه تعیین خواهد کرد یک خودمشو انتخاب کنه. ممنونم دکتر. نکته که من فکر میکنم که خیلی با زرنگی میخوان انجام بدن اینه که بسیاری از این مطالبی رو که این آقای روحانی گفته وقتی که ترجمه میشه به یک زبان دیگری و احتمالاً آقای ظریف که تشریف بیارن به اروپا و اروپا میگه حقوق بشر در اونجا رعایت نمیشه و احتمالاً این مشکلات، این ترجمه این فرمایشات ایشون به هر حال زیباست. یعنی ایشان که از حقوق شهروندی و آزادی و دموکراسی و آزادی مطبوعات و آزادی ایرانیان مقیم ایران و خارج و همه اینها رو ترجمه بکنید به زبان انگلیسی و فرانسه که احتمالاً این آقای ظریف میتونه یک پوزی بده و در یک جلسه‌ای که هست بتونه یک خودی نشون بده و اعلام بکنه که ما در ایران که شما دارید به قول ما شیرازی ها هر از گاهی میگین حقوق بشر چی شد، حقوق بشر چی شد اینا، و هر موقع که منافعتون یک کم کم و زیاد میشه این حقوق بشر رو مطرح میکنید، یکی از کارهام همین پوزیست در بین کشورهای دیگه که با زبان دیگه‌ای که شاید به راستی نتونن بعد از خیلی سریع بفهمن که مشکل چیه و در اصل چیه. ببینید آقای کاردان، من فکر میکنم که باید روشن بفرمایید که منظور شما از این دیگرانی که کشورهای دیگه هستن کیه؟ برای اینکه اگر که اولیاء این کشورها رو در نظر بگیریم، به نظر من هر کسی در دنیای جدید مفهوم تئوکراسی یا حاکمیت خدا یا حاکمیت دین رو میدونه و میداند که وقتی که دینی در جای حاکم بشه دیگه این مسائل نمیدونم آزادی و حق بیان و حق فلان حرفا اصلا وجود نخواهد داشت، چون حکومت مذهبی یعنی حکومت مذهب رسمی، حکومت مذهب رسمی یعنی تبدیل کردن شهروندان یک کشور به خودی و ناخودی، و در نتیجه نمی شود در یک حکومت تئوکراتیک از تساوی مردم صحبت کرد، از حقوق مردم صحبت کرد. شما نگاه بکنید که در همین ایران ما واقعا شاید بشه گفت اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران دیگه دارن ناخودی میشن. یعنی اینکه چه از لحاظ اینکه در داخل مذهب اسلام اهل شیعه اثناعشری نباشند، چه عرض کنم که یهودی باشن، مسیحی باشن، زرتشتی باشن و به خصوص بهائی باشن، و چه اینکه اصلا دین نداشته باشن. خب اینها مشمول کدوم یکی از این موادی میشن که این آقا اعلام کرده به عنوان منشور شهروندی؟ هر کدومش رو که شما بخواید نمونه بگیرید و با اون معیار بسنجید وضعیت کنونی کشور ما رو، خواهید دید که اصلا چنین چیزی نه وجود داره و نه ممکنه، و به همین دلیل هم شما میبینید که تمام قطعنامه هایی که صادر میشه از مراجع بین المللی صحبت این رو میکنند که ایران یکی از بدترین کشورهاست در مورد از حقوق بشر و حقوق شهروندی و غیره. دیگه این اظهر من از شمسه. من نمیدونم حتی با انگلیسی کیو میخوان گول بزنن. ببینید دکتر عزیز، همین کشورهایی که به قول شما آگاه هستند، میدونن که حکومت مذهبی که نمیتونه حکومت دموکراسی باشه و قیمه، همینا برای منافع خودشون آفرین
با جمهوری اسلامی کارهایی میکنن که شاید با هیچ کشور دموکراسی انجام نمیدن. موقعی که این آقای روحانی رفته بود به فرانسه در پاریس که این قراردادهای اولیه ایرباس و اینها رو اجرا کنه، یک نفر رفت به سراغ یکی از این کسانی که قرارداد امضا کرده بود، گفت شما میدونین با چه کشوری دارین امضا میکنین که حقوق بشر رعایت نمیشه، انسان ها آزاد نیستن، زندان ها پره و اینا. اون برگشت گفتش که اتفاقا اینها مشتری خوبی هستن. کاملا. یعنی اصلا ببینید، شاید اگر نمیدونم یک کسی این حرف رو میزد میگفتیم که این یه آدمیست که واقعا نمیفهمه آزادی چیه. بعد یه فرانسوی که با سواد که آمده که قرارداد ایرباس امضا کنه، یعنی یکی از قراردادهای چند میلیارددری که قرار نم 110 تا هواپیمای ایرباس، چیز ارزونی نیست که، هواپیما رو ببخشین تو کاسکو که نمیفروشن که، بعد بیان اونجا بفروشن. خب و بعد در کمال وقاحت این حرف رو میزنه. بنابراین درسته که دولت‌ها برای تشریفات و برای اینکه خودشون تبعیت نکنن از این مسائل رو میگن، ولی الان به محض اینکه این برجام انجام شد، همه‌شون به دست و پا افتادن که به نوعی از این نعمتی رو که جمهوری اسلامی هست و قیمت نفتش این روزها بالاتر هم رفت و به جای اینم 2 میلیون داره 5 میلیون تولید میکنه، و این پول رو یه جوری از دستش بگیرن. در این شکی نیستش که اینها عرض کنم که از این نوع اسناد استفاده خودشون رو میکنن. من فکر کردم که شما دارید میگید که اینها میخوان دنیا رو با این اسناد گول بزنن. من گفتم اینا میدونن که ماهیت این حکومت چیه، ولی در این حال بهانه هایی پیدا میکنن که بتونن کارهای خودشون رو به افکار عمومی کشورهای خودشون بفروشن، که تازه اون هم به نظر من الان دیگه مردم دنیا با خبرند که در این نوع کشورها چه میگذره. ولی خب این یه امر روشنی است که همه این کشورها دنبال منافع ملی خودشون، اگر بشه گفتش که همه کارهاشون به نفع ملتشون انجام میشه، هستند و از هر بهانه‌ای هم استفاده میکنن برای کار خودشون. و خب این شما نگاه بکنید که از روزی که حکومت اسلامی در ایران برقرار شده، رفتار کشورهای مختلف چگونه بوده، چه در شرق چه در غرب، همه اینها مثل لاشخور به جان کشور ایران و ملت ایران افتادن و نابود کردند این منابع ملی ما رو، سرمایه های ملی ما رو، و همچنان هم مشغول این کار هستن. الان شما نگاه بکنید، یکی از نگرانی های اروپا مثلا این است که مبادا دو مرتبه پای امریکا به ایران باز بشه، برای اینکه 40 سال اینا خوردن و بردند از ایران. بله. و امریکا دورا دور مشغول این کار بوده. و عرض میکنم اصلا به همین دلیل نمیشود به امید این نوع کشورها نشست که ادعا میکنند که برای ترویج دموکراسی در سر جهان کار میکنند، که اینها بتوانند به ملتی که تحت چنین ستم آشکار و واضحی هست کمک بکنند. شما نگاه بکنید همین سرنوشت مثلا صدای امریکا رو که در قانون اساسیش نوشته شده که این صدا برای ترویج دموکراسی و ارزش‌های فرهنگ غربی به جهان سوم مثلا ساخته شده، و در همین 7-8 ساله اخیر تمام مدت این صدای امریکا در خدمت و اختیار حکومت اسلامی و ازناب عرض کنم که اصلاح طلبش بوده. بنابراین اینم یه امر روشنی شده که ملت‌ها نمیتوانن چندان امیدی به این داشته باشند که جهان متمدن و به اصطلاح دموکراتیک در موقع خودش، مگر اینکه منافعشون اقتضا بکند، به کمک اونها بیان. اجازه بدید یه نکته ظریفی رو بگم. چند شب پیش من در برنامه‌ام اعلام کردم طبق آماری که داریم و در بین تلویزیون‌های خارج از کشور، تلویزیون‌های سیاسی که در لس آنجلس، در آمار تعداد بینندگان ما تلویزیون اندیشه اول بود. داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفت ببین بی بی سی و وی او ای و اینها، گفتم بابا اینها سیاسی نیستن. ببینید شما
اصلا سیاسی نیستن، چرا داری قاطی میکنی این مسئله رو؟ اینها دو تا هستن به درستی یا به غلط مثلا خبری هستن، موظف هستن که اخبار رو به درستی متهم مسیر این اخبار رو نوعی تغییر میدن که ماها صبح که از خواب بلند میشیم اول داریم بی بی سی رو نگاه میکنیم و این بی بی سی مقشوعه ما رو میکنه، انجام میده، میاد کنار. کاری ندارم، نمیخوام وارد این قضیه بشم. در تایید فرمایشات شما چند روز پیش آقای اوباما اعلام کرد که در این جنایتی که از هولوکاست هم بدتره که در سوریه در انجام میشه، روسیه و سوریه و ایران سهیم هستن. یعنی دیگه نمیدونم حرفی بدتر از این که نمیشه زد که عکسای نگاه کنید، عکسای بچه‌های گرسنه و خونالودی که از جنگ دارن میان، یعنی اینا که ایران درش سهیمه و داره اونجا میجنگه، یعنی کشته فلان حرفا. ولی همین آقای اوباما وقتی صحبت منافعش میشه در مقابل مجلسینش میسته که احتمالاً یک سر سوزنی به این جمهوری اسلامی محبوبش مثلا آسیبی نرسه. واقعا سیاست پیش مردم حیله بازند، نمانند من و تو پاک بازند. بگذاریم، نظر شما در این باره چیه؟ نه کاملا درست میفرمایید. حتی در اون اعلام جرمی که علیه ایران و ایران که نه حکومت اسلامی مسلط بر ایران و روسیه و سوریه کردن، فراموش کردن که بگن که من خودم هم سهم عمده‌ای در این زمین داشتم. یعنی به هر حال فاجعه سوریه و حلب رو تنها اونها ایجاد نکردند، بلکه بلا تکلیفی، تزلزل و عمد به نظر من از جانب خود ایشون هم موجب شده که این فاجعه. حتی خودش چند شب پیش من دیدم در آخرین مصاحبه مطبوعاتیش گفتش که من در مورد ماجرای سوریه خودم رو مقصر میدونم. و خب باید دید محاسبات چیه دیگه. وقتی که محاسبه عرض کنم که منافع ملی به روایت آقای اوباما این میشه که مردم سوریه و عراق و این حرفا باید زیر دست و پا له بشن، تمام مسائل حقوق بشری و این نوع ملاحظات از پنجره میره بیرون. اولا من عذر میخوام که گاهی اوقات این کلمه ایران رو با جمهوری اسلامی و مسئول تمام فجایع جمهوری اسلامی است و کلمه از اونجا که این جمهوری اسلامی بر مملکت عزیز ما مسلط شده، بنابراین در گفتار ما کلمه ایران رو به کار میبریم. یه نکته ظریفی هم میخوام بگم که برای اینکه مهمان عزیز دیگری هم داریم، این آقای دورمانی که سرمایه گذار تلویزیون ما هستند و واقعا به طور بسیار بسیار خوبی تلویزیون رو ما حمایت میکنن، یک اعلامیه دادن که در این اعلامیه یک کلمه بود به آقای اوباما گفتن آیت الله اوباما و خیلی ها اعتراض کردن این زبان تلویزیونی نیست، زبان وسایل ارتباط جمعی نیست، ولی به عمق این صفت پی نبردن که وقتی ما میگیم آیت الله اوباما یعنی این که اوباما دقیقاً همان شیوه آیت اللهی رو داره رعایت میکنه برای منافع خودش و بیاده ایران. در این باره اگر نظری داریم بفرمایید که ما بریم بسن. نه اینم انتخاب خوبیه. معمولاً شاید بشه برگشت به اوان انقلاب اسلامی که مردم وقتی که میخواستن نقش حزب توده و کیانوری رو مطرح کنند، این رو در همین عبارت آیت الله کیانوری خلاصه کردن و تمام داستان توی همین جمع شد. حالا هم به این ابتکار آقای دورمانی باید تحسین کرد و احسن گفتش که این اسم رو برداشتن و گذاشتن برای آقای اوباما. من واقعا در این 8 سالی که ایشون حکومت کرد هر روز با رنج از خواب بیدار شدم و می دیدم که ایشون چگونه نه تنها کشور ما رو بلکه تمام منطقه خاورمیانه و شمال افریقا رو دستخوش ویرانی ساخت. بله، از موقعی که حکومت جمهوری اسلامی آمد، نمیدونم به خاطر پولهایی که خرج کرد در همه جا که برای ملت خودش خرج نکرد بلکه دیگران خرج کرد، یک ناامنی در دنیا ایجاد کرد که اگر واقعا یک عده‌ای بیان مطالعه کنند و بنویسند و ببینند که این ناامنی که امروز
دنیا رو به وحشت انداخته که حتی توریست هایی که میخوان به اروپا سفر بکنن، به مناطقی که همیشه جای گردش و جای تفریح بوده، امروز وقتی که میبینن که یک کامیونی میره در یک بازاری که وسایل کریسمس رو میفروشن، یا یک روزنامه نگار یک کاریکاتوریست رو میکشن، یا در جای دیگه در جنوب فرانسه یه جای توریستی یه دفعه یک کامیون میاد و مردم رو در خیابون زیر میگیره و اینها ناامنی رو در دنیا بردن، وحشت رو به دنیا رسوندن. و به نظر من یک زمانی باید یک دادگاه بین‌المللی واقعا برسه ببینه که این امنیت رو، این ناامنی رو چه کسانی به دنیا هدیه کردن. وطن امروز اسیر دو سه تن بی وطن است. انهدام وطن از نکبت این چند تن است. این یکی پیش نماز چمن دانشگاه، واقعا قصه او قصه خر در چمن است. با تشکر از شما، ممنون از این که به برنامه ما اومدین. استفاده کردم دکتر عزیز و مردم هم خیال میکنم بینندگان هم استفاده خواهند کرد و امیدوارم باز هم در برنامه ها ببینیم اتون. من در خدمت شما هستم، خیلی هم خوشحالم که امشب در خدمت شما بودم. شبتون خوش. تشکر از لطفتون. خیلی ممنونم از شما. من داشتم برنامه تون رو گوش میکردم از ابتدا، در مورد این سخنان آقای روحانی که اتفاقا درست نیم ساعت پیش از اینکه برنامه شما شروع بشه یک ایمیل رو دیدم که از شیراز شما آمده بود و نوشته بودن که این آقای روحانی بعد از ماجرای روز کوروش و اون جمعیتی که مردم رفتن، خواسته یه چیزی بنویسه، اسمش هم بذاره منشور، چون تا حالا منشور حقوق بشر کوروش بود. حتی اعلامیه حقوق بشر رو میگن اعلامیه حقوق بشر. چرا ایشون از منشور، اینا که اینقدر کلمات عجیب و غریب عربی به کار میبرن، این شاید خواسته رقابت، شوخی کرده بود و جالب بود. ولی خیلی خیلی سخنان خوبی هر سه شما داشتید و من فقط یک چیزی رو بگم که نظرم رو دوست داشتم در این برنامه، چون بلافاصله بعد از اون بود، بگم که چیزی به نام حق، حقوق، عدالت و هیچ کدوم از این کلماتی رو که اکنون در قانون بین الملل وجود داره، از زبان هیچ کدوم از رهبران جمهوری اسلامی قابل باور، قابل قبول نیست. و کافیه که همه حرفایی رو که آقای روحانی زدند، حتی بگیریم 100% هم از دلشون برخواسته و جایی کش نرفتند، همانقدر که بگیم اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه همه مسائل حقوقی، قضایی، نظامی، فرهنگی و و و آخرش هم و غیر میذاره، باید بر اساس اسلام باشه. همین کافیه که قانون اسلام سایه بندازه رو هر چیزی و اون چیز نابود بشه، کما اینکه قانون اسلامی که اینها در واقع ساخت و پرداختش کردن. و این برمیگرده که اینها حتی حاضر نیستند که فرهنگ ما رو، فرهنگ ایرانی ما رو قبول داشته باشن. من یلدا رو از وقتی که این جمهوری اسلامی آمده بیشتر سعی میکنه که بگن شب چله. درسته که این شب چله زمستونیه، ولی اینه که بخوان نام یلدا رو حذف بکنن، نامی که یلدا که معنی تولد رو داره و این تولد چون تولد مهره، اینها نمیخوان حتی این رو برتابن. یا اینکه انقلاب زمستانی، درسته جهان زیر و رو میشه بعد از در این امشب، در دیشب در واقع، ولی این کلمه اینقدر اصرار کردن که از اون آیت الله بگه انقلاب اسلامی یا شب چله، یه معنا داره. باز میخوان یلدا رو بچسبونن به نوعی. ولی در مورد یلدا، من هیچ وقت دوست نداشتم که یلدا رو
بشینیم و دلی دلی بکنیم و بعد بگیم که بله این یه مسئله خانوادگی، ما اصلا کاری نداریم، این یلدایی بوده که زمانی در زمان این 200 سال قبل از میلاد شروع شده، اون گونه که باستانشناسا تاریخ شناسا میگن 197 سال قبل از میلاد با عنوان تولد مهر، که مهر در واقع دو معنی داره، خورشید رو هم داره، عشق رو هم داره. و از اون زمان تا زمانی که تغییراتی به وجود آمد و مسلمانان نو مسلمانان عرب آمدن، همه جشنهای ما هیچ وقت به این معنا نبود که جمع بشیم تو خونه یک کاری بکنیم. همه در کوچه و خیابان رها بودن، زن و مرد و پیر و جوان و هر مذهبی میریختن تو خیابون و جشن و سرور برپا میکردن. از اون جشنهایی که برای ما باقی مونده چندهایی رو من اجازه بدید که بگم، این رو، این جشنها رو بیشتر زنان ما حاملش بودند، اونها بودند، مادر بزرگها، مادرها که زبان به زبان و سینه به سینه تا امروز آوردند این جشنها رو. اما چیزی که مهمه همین شادیه، چیزی که مهمه شادی جمعیه که ما نداریم و در این نزدیک 40 سال از ما گرفتند. دیگه ما اگر بشینیم، من میتونم 10 تا ساعت بشینم انواع نگاه‌هایی رو که به یلدا شده، به نوروز شده، به چهارشنبه سوری شده اینجا بگم و تار بزنیم، نمیدونم از این برنامه ها داشته باشیم. اما فقط باید پرداخت به این مسئله که جوهر فرهنگ ما شادمانیه. شادمانی پادزهر اندوهیه که بر ما تحمیل شده و روز به روز هم این تحمیل شدن داره گسترش پیدا میکنه. میخوام فرصت بدم شما هم صحبت کنید. از سرو گفتید. بله. سرو، این عکس هایی که من فرستادم نمیدونم قابل دیدن هست یا نه. بله اگر اجازه بدین. بله، که درسته، درسته. همینطور ما از زمان دوران باستان روی کتیبه هامون، حتی تخت جمشید رو اگر نگاه کنید، سرو وجود داشته. در طول تاریخ این سرو هست، حتی زمانی که میرسه به اسلام و دوران صفویه که تشیع زمانهایی که حتی در قاجاریه به سینه زنی و غیره میبینین، این سرو در همه جا هست. یعنی با مردم ایران از آغاز تا امروز کنارشون اومده. و جالب، خب این رو توی باستانشناسا و تاریخ شناسان هم فرنگی هم ایرانی میگن که آیین مهر، بله اینجا مثلا یکی از چیزهای مذهبیه که به شکل سرو گذاشته. بله این همون سروی که الان جمهوری اسلامی دستور داده که کاج‌های کهن رو بزنن، برای اینکه مردم میگن این کاج‌ها رو زرتشت کاشته و بسیاری از کاج‌ها رو زدن در شهرهای مختلف به فرمان آخوندهایی که در اونجا هستن. و این سرو از ایرانه که به وسیله سربازانی که مذهب مهر و آیین مهر رو میبرن به روم، که تا حتی 4 قرن بعد از تولد مسیح، این جالبه، مهری و مهراب ها همه بوده در اروپا، الان هم تو آلمان هست، من چند تاشو خودم در آلمان دیدم. ولی به هر حال اون چی که مسلمه، این درخت میاد در اروپا و آمریکا. خب در آمریکا سرو هست، در اروپا کمتر سرو و تبدیل میشه به کاج. البته همون اورگرین بودن، همیشه سبز بودنشه. ما الان چند سال چندین ساله، یعنی حدود 9 سالی که ما اعلام کردیم بیاییم ما هم در کنار
سرو یلدامونو برگزار کنیم و هم مسئله محیط زیستیه، برای اینکه به عنوان در اون روزگاران میگفتن هر بچه‌ای که متولد میشه یک درخت سرو، یک درخت درختی که همیشه سبز باشه کاشته بشه، و این سرو ها پر بود و در شیراز شما هم که پره. اگر اجازه بدین من عذر میخوام، من میخوام خواهش بکنم که این تصاویر رو که شما فرستادین با یک نظمی نگاه بکنیم و ببینیم که در همه جا این تصویر هست. بله. و حتی الان داشتم فکر میکردم که در علمی که در عزاداری به کار میره اون وسط اون سروه. اجازه بدید که به ترتیب ببینیم و شما لطف کنید باهاش صحبت کنیم. اول بیایم پارچه ها رو ببینیم، پارچه هایی که پارچه هایی که تصاویر سرو روشه یا کاج روشه. یادم اون موقع میگفتن بت جقه و بله. اون بت جقه همون بود. نگاه بکنید به این تصویر، بفرمایید. خواهش میکنم. بله. بفرمایید شما. بله. و جالبه و شما ببینید یلدایی که یک همچین پشتوانه ای داره، یلدایی که یکی از مهمترین چیزهایی که در اون وجود داشته جنگ بین تاریکی و روشناییه، جنگ بین بدی و خوبیه، جنگ بین زشتی و زیباییه، و اون که پیروز میشه روشناییه، اون که پیروز میشه خوبیه، نیکیه، اون که پیروز میشه عشق، زیباییه. چنین یلدایی ما نتونستیم در ارسال 2003 که چیزی آمده قانون کنوانسیون در از یونسکو آمده به این عنوان که یعنی وضع کردن یک قانونی که کشورها موظفن، دولتها، که میراث غیر ملموس خودشون رو، که البته ایران اسمش رو گذاشته میراث معنوی، که بتونه در اونجا همطور که در این 10 سال گذشته مثلا قالیشوران عاشورا رو فرستاده، نمیدونم قالیشوران کاشان رو فرستاده، قالیشوران فارس رو فرستاده، تعزیه رو فرستاده، و تنها چیزی رو که از میراث غیر ملموس ما فرستاده نوروز، اون هم با فشار کشورهای دیگه ای بوده که ناچار شده این کارو بکنه. یلدا رو هنوز به یونسکو نفرستاده. یونسکو اعلام میکنه، یعنی درست چیزی رو میگه. ما چند تا چیز داریم از ایران برامون مونده از گذشته ها که الان مردم همچنان میگیرنش و یونسکو هم معتقده که اون فرهنگ هایی رو، اون رفتار هایی رو، اون جشن هایی رو، اون آیین هایی رو باید جهانیش کرد که اینها بعد از سال ها همچنان زندن. ما صده رو داریم، ما مهرگان رو داریم، ما یلدا رو داریم، ما تیرگان رو داریم، ما چهارشنبه سوری رو داریم، ما سیزه بده رو داریم، ما 8 جشن که برای ما مونده و ما هزاران سال اینا رو به دوش کشیدیم، سینه به سینه، از کنار آخوندها، از کنار متعصبین، از کنار اینها گذشتیم و تا به امروز آوردیم و امروز به ما میگن این رو باید ثبت جهانی بکنید و این آقایون این کار رو نمی کنن. من میخوام تقاضا بکنم، ما تقاضانامه برای یونسکو فرستادیم برای تمام این جشنا، توی سایت ما هم هست. شما فقط همین الان توی صفحه اولش هست، شما فقط اون متن رو که به انگلیسی هم هست دوباره برای یونسکو بفرستین. شاید یونسکو به اینا فشار بیاره، چون باید دولت‌ها تقاضا بدن، یونسکو به اینا فشار بیاره درست مثل نوروز که این جشن‌های ما رو جهانی بکنن و به جای اینکه فقط بشینیم و بگیم به به نمیدونم تاریخش این بوده. تاریخ ماها میدونیم، این تاریخ رو باید جهان بدونه که برای آیندگان حفظ بشه. ممنونم از شما سرکار خانم شکوه میرزادگی. ببینید وقتی که دولت ها
اهمیت ندادن به فرهنگشون، به مراسمشون. مثلا دیدم که یک سال پیش بود که جمهوری آذربایجان تار رو به نام خودش در یونسکو ثبت کرد. بله بله، مرتب اینا این کار میکنن، مرتب دارن وسایل موسیقی ما رو و وسایلی که اصلا مال ملت ما بوده به نام خودشون به ثبت میرسونن. حالا شعرامون هم دارن دونه دونه و میاد و بعدم یه دفعه میگن نظامی، حتی فردوسی. یلدا رو درست هفته گذشته من خبردار شدم که یلدا رو جمهوری آذربایجان میخواد به عنوان یکی از جشن‌های خودش به یونسکو بفرسته. ببینید وقتی که ما بیورزه بودیم دزد خونه ما رو میزنه. این بله. خیلی ما هستیم که مسئولیم، ما هستیم که، و من به این فعالیت شما احترام ویژه‌ای می‌گذارم. در این تصاویری که برای من فرستادین که این صرف کجا بوده، یه قسمت فرش‌هایی بودن که این فرش‌ها روش تصاویری بوده که نقش سرو یا کاج رو داره میاد و بسیار از این فرش‌ها جز گران قیمت‌ترین فرش‌هایی هستن که وجود داره. بله این فرش‌ها همطور که می‌بینید که فقط اون بوتجقه نیست، اصلا سرو مثل سرو باغ ارم شیرازه و همینطور جاهای دیگه. و اگر این رو، این متن، این سرو الو؟ بله بفرمید، خواهش میکنم. بله این سرو رو، مطلبی رو که تحقیقی و در مورد این سرو نوشته شده و هدیه شده به بنیاد میراث پاسارگاد به ما، این رو یک جوانی به نام آقای فتوحی نوشته که اگر روی سایت برین تمام تحقیقات ایشون رو که بر اساس حتی نگاه هایی که غیر ایرانی ها آمدن به این مسئله کردن، همه رو قسمت قسمت نوشته و من فقط بخش عکس ها رو دادم، بخش های دیگه هم تو اونجا وجود داره. و در واقع این هدیه ای بوده که چند سال پیش ایشون به ما دادن و ما هدیهش کردیم به مردم و چقدر خوبه که این گفته بشه، دیده بشه، برای اینکه مردم بدونن که این درختی که داریم ما، درختی که من هر سال میذارم، این درخت یلدامونو، همیشه میگم یلدا، درخت یلدا، گاهی دوستان همسایه هامونو اینا که میان خونه ما میرن میگن ای شما درخت کریسمس گذاشتم، میگم نه این درخت یلداست، میگن جالبه چقدر شبیه، میگم فقط تفاوتش این که ما بالاش خورشید میذاریم و بعدم مروارید بهش آویزون میکنیم، همون گونه که در زمان بودن. و خودشون هم جالبه برشون اونها، اینی که من توصیه میکنم که ما با نگاهی امروزی، البته ما دیگه نمیتونیم همش به پیله خودمون باشیم، ما باید با جهان و کنار جهان بریم و تنها از جشنهای استفاده کنیم که اینها رو بتونیم امروز ارائه بدیم. ما الان نمیتونیم غمزنی رو بگیم که غمزنی یک رفتاری فرهنگی، خب بله یه رفتاری که فرهنگ، بخشی از فرهنگ مذهبی ما داره، ما نمیتونیم این رو ارائه بدیم بفرستیم یونسکو که جهانی بشه، برای اینکه قابل قبول امروز جهان نیست. اما یلدای زیبا، یلدای شاد، یلدای با درخت سبز رو میتونیم ارائه بدیم و سینمون رو سپر کنیم که ما از کی به محیط زیست فکر میکردیم، به زیبایی و عشق و مهر. یلدا شاید مثل نوروز خود ما که یک ثانیه است در دنیا، که واقعا یکی از بهترین لحظات عوض شدن ساله، یعنی ثانیه‌ای که فصل عوض میشه، بهار آغاز میشه هست. یلدام خاصیتش اینه که شبی است که دنیا میتونه بگه کدوم شبه، یعنی بلندترین شب یلدا، و میتونه واقعا، ما باید به این خارجی ها بفهمانیم که اون چرا که ما داشتیم به عنوان نوروز و یلدا و مهرگان که فصلی است که درو تمام میشه و در همه زمینه علمی داشته، زمینه علمی داشته و اینا چگونه است. و یک نکته ای که بین عکسایی که برای من فرستادین برای من بسیار جالب بود که در معماری ایران هم بود و در سنگ های تخت جمشید،
بله. در سنگ‌های تخت جمشید امیدوارم اتاق کنترل عکسش رو پیدا کنن. سنگ‌های تخت جمشید درخت، اگر نگاه بکنید برین جلو در سنگ تخت جمشید، این چیز، این سرو، این کاج به زیبایی هست، یعنی حجاری شده. الان پیدا میشه و با همدیگه نگاه میکنیم و میتونیم به راحتی بفهمیم که در حتی قبل از تاریخ مسیحی و قبل از تولد مسیح عزیز ما و اون موقع معماری ایران و این درخت سرو، بله بله، عکس بسیار زیبایی است از تخت جمشید. نگاه بکنید، این همون کاجی است که این روزها دونه 200 دلار می‌خرن و بهش چراغ آویزون می‌کنن، همونه. این تخت جمشیده، این دیگه سندی بالاتر از این من نمیتونم بگیم که بیاد و بسیار جالب. اصلا حتی واقعا من توی موزه های غیر ایرانی، موزه های فرنگی خارجی در اروپا آمریکا دیدم، فرشای دیدم که توش همین به شکل یا بوتجقی یا همین سروه. و نه، یکی از چیزها سبز بودن از نظر اینکه همین که فرنگی ها میگن evergreen، ما درخت همیشه سبز، از محبوب ترین درختانی بوده که در ایران بوده. تصاویر همه باغ‌های که نمونه هاش میگن در شیراز در فارس بوده و متاسفانه در تنگه بلاقی رو که اگر ویرانش نمیکردن به آب نمیبستنش، در اونجا چیزهایی میتونستن نشونه هایی پیدا کنن و خیلی جاها هست، خیلی جاها که ما این رو میبینیم و متاسفانه تا این لحظه تنها کاری که در این دوره میتونیم بکنیم اینه که بیشتر این جشن ها رو برگزار کنیم، محدودش نکنیم به خونه ها، در بیرونم. خوشبختانه امسال، این سالهای اخیر میبینم که این جوانها همه با تلفن‌هاشون به هم تبریک میگن، خبر میگن، کلمات قشنگ برای هم میفرستن و این زیباست. یعنی ما پاشنه آشیل اندوه فراموش نکنیم، شادی و جشنهای ما یعنی شادی، هر جشنی که داریم، هر آیینی که ما حتی داریم شاده، ما اندوه نداریم، یعنی تو فرهنگمون جز یکی دو مورد که اون هم باز به شادی تمام میشه. این تنها امیدیه که ما میتونیم برای نجات مردمانمون از افسردگی و ناامیدی و انزوا پیدا کنیم. این داروی فوق‌العاده‌ایه. بچسبین به جشنامون و هر کدوم رو به زیبایی درون خونه و بیرون خونه برگزار کنیم. خانم شکوه میرزادگی، امیدوارم که در این شب یلدا که سیاهی به سپیدی میرسه و این سیاهی که متاسفانه روی کشور ما سایه افکنده و سالهاست که مردم ما رنج میکشن از این سایه سیاه، به روشنایی برسه و مثل شب یلدا که سپیده بسیار زیبایی داره، من همیشه شبهای یلدا صبح که بلند میشم این سپیدهی که میزنه در یک ساعتی که موقع بلند شدنه، یعنی بله. چون به خاطر شب طولانی دیگه لازم نیست که آدمی مدتی در نور بخوابه تا ساعت مناسب بیاد. موقعی که یلدا سیاهی که میره و سپیدی میاد، موقعی است که باید بلند شد و به کار رفت و امیدوارم که این روشنایی به روی کشور عزیز ما بیاد و همیشه روشن باشه و جشن‌ها همیشه باشه، تا باشه جشن باشه، جشن باشه. ممنونم از لطف و محبتتون، بسیار محبت کردید. یلداتون خجسته. همینطور برای شما و همینطور برای بینندگان عزیزمون، یلدای شما خجسته و امیدوارم که شبها و روزهای روشنی داشته باشید و شبهای سیاه به روز روشن تبدیل بشه.